سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم با یکی دیگر از سری برنامه های اینفوگرام در خدمتتون هستم. امروز 30 آذر ماه سال 1401 هست و در آستانه اولین شب یلدای قرن جدید قرار داریم. خیلی ها شاید بر این باور بودن که سال گذشته قرن تغییر کرده، ولی از نظر علمی نوروز سال 1401 شروع قرن 15 هجری است و در اصل شب یلدای امسال هم اولین شب یلدای قرن حاضر خواهد بود. و نکته‌ای که حائز اهمیت و میخوام راجعش باهاتون صحبت بکنم اینه که به هر حال ما به واسطه اینکه عزیزانمون رو ممکنه از دست داده باشیم در حوادث اخیر، بخشی از خیشان خودمون رو ممکنه به واسطه دستگیری ها و بازداشتی هایی که صورت گرفته در کنار خودمون نداشته باشیم و از این حیث شب یلدای امسال بسیار متفاوت خواهد بود با آنچه که در سالهای گذشته تجربه کردیم و سپری کردیم. خیلی از خانواده ها شاید امسال شب یلدایی نداشته باشن، خیلی ها به صورت خفیفتری این شب رو برگزار بکنن، اما من معتقدم که رعایت سنت ها و ریشه های فرهنگیمون در هر مقطعی میتونه حائز اهمیت باشه. البته خب در نوع برگزار کردن این مراسم میتونیم تغییر و تحولاتی رو داشته باشیم. طبیعتا شب یلدا قرار نیست همیشه همراه با رقص و ساز و آواز باشه، میتونه محدود بشه به شاهنامه خوانی، حافظ خوانی و یک دوره همی که به هر حال دیدارها تازه بشه، که البته در همین دیدارها معمولا در ارتباط با مسائل اخیر هم صحبتهایی ممکنه صورت بگیره بین اهالی یک خانواده یا فامیل. اما از اینها که بخوایم بگذریم و عبور بکنیم، میرسیم به بحث امروز برنامه. بحث امروزمون راجع به یک موضوعی است که من همین امروز در فضای مجازی باش برخورد کردم. یک دختر خانومی در حدود فکر میکنم شاید 23-24 سال 25 سال سنشون بود، محجبه به چادر بودن. ایشون یک فیلمی ازشون منتشر شده، در اصل یک مصاحبه ای رو با این خانم انجام دادن که در این مصاحبه ایشون خودش رو به عنوان یکی از واسطه های ازدواج معرفی کرده و در ارتباط با چالش هایی که در این امر پیش روش قرار داشته نکاتی رو گفته. واسه من خیلی جالب بود که بیایم یک نقبی به گذشته بزنیم و یک پیوندی بین ریشه واسطه های امروز و به هر حال افرادی که در گذشته واسطه گری میکردن برای شناسوندن خانوم ها، حالا چه خانوم هایی که در فضای هنری بنا بود فعالیتشون رو ادامه بدن، چه خانوم هایی که به برخی از مقامات دربار معرفی می شدن، و نسبت اون اتفاق رو با امروز هم بیایم بسنجیم که عملا داره چه اتفاقی می افته. آیا ما فقط با یک عمل واحد و عناوین متفاوت مواجه هستیم، یا به لحاظ ریشه و ساختار اون فعلی که داره انجام میشه هم تفاوت‌هایی وجود داره. پیشتر راجع به زندگی نامه سعید کنگرانی برنامه‌ای رو ساخته بودم که مورد توجه بسیاری از هموطنانمون هم قرار گرفته بود. سعید کنگرانی در سال 1394 با پیام فضلی نژاد، روزنامه نگاری که دوره اصلاح طلب بود و بعد اصولگرا شد، حتی در روزنامه کیهان هم مطلب مینوشت و در این دوره، یعنی در دو شهریور سال 1394 که مصاحبه سعید کنگرانی با پیام فضلی نژاد منتشر شده، آقای فضلی نژاد سردبیر مجله عصر اندیشه بوده و در اصل در آخرین شماره عصر اندیشه مصاحبهش با سعید کنگرانی رو منتشر میکنه. سعید کنگرانی خیلی سعی میکنه در گفتگویی که با پیام فضلی نژاد داره به راجب فساد در سینمای پیش از انقلاب حرف بزنه. آقای فضلی نژاد میگه که من حدودا 6 ماه یا 8 ماه پیش مصاحبه رو با آقای کنگرانی انجام دادم و مدتی زمان برد تا بیایم صحت سنجی و راستی آزمایی بکنیم بیانات ایشون رو، و آنچه که از مصاحبه 20 ساعته پیام فضلی نژاد و سعید کنگرانی منتشر شده در قالب یک
مثلا مصاحبه فکر میکنم 2-3 هزار کلمه ای باشه که حالا بخشی از اون رو ما بهش در برنامه امروز خواهیم پرداخت، که در اصل سعید کنگرانی در ارتباط با نقش واسطه ها در سینمای ایران، افرادی که دخترها و بانوانی رو به سلیقه تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای دوران قبل از انقلاب وارد عرصه نمایش میکردند، برخیشون حالا ممکن بود به موفقیت های هم دست پیدا بکنن و خیلی هاشون هم نه. البته من اینجا نمیخوام نگاه آقای سعید کنگرانی رو تایید یا تکذیب بکنم، من صرفا بخشی از این ماجرا که به روایت سعید کنگرانی از سینمای قبل از انقلاب برمیگرده رو بیان خواهم کرد و بعد هم به ماجراهای امروز میریم و میرسیم به امروز تا ببینیم که چه اتفاقی داره در صنعت سینمای امروز و همینطور در بستر جامعه ایران امروز در ارتباط با واسطه گری میفته. خب سعید کنگرانی معتقده که در دهه 40 یکی از کارگردانانی که برای اولین بار اومد تابوها رو شکست و یک زنی رو کاملا اوریان به نمایش درآورد در فضای سینمای ایران، آقای آربی آوانسیان هست که در فیلم چشمه این کار رو کرد. به تعبیر کنگرانی میگه جامعه ایران آماده پذیرش این میزان از اوریانی در یک فیلم سینمایی نبود، ولی خب این برمیگشت به سیاست‌های فرهنگی که این تمایل رو داشتن که ایران رو هرچه سریع‌تر با اون مدل مدرنیزاسیون غربی همگام و همداستان بکنن و بخشی از اون مدرنیزاسیون از قبل تولید چنین فیلم‌های سینمایی به هر حال پدیدار میشه. و در ادامه ایشون به یک نام آشنا یا بهتر بگم دو نام آشنا اشاره میکنه. آقای حجبر یزدانی به عنوان یکی از مرغداران بزرگ ایران که به هر حال فعالیت گسترده‌ای در حوزه مرغداری داشتند و در کنار آقای خرم، رحیم علی خرم که این پارک خرم که امروز پارک ارم نامیده میشه متعلق به آقای خرم بود، ایشون یک فکر میکنم کازینوی هم داشتن در همون فضا و یک دیسکویی داشتن، یک کاباره‌ای داشتن که اون کاباره اسمش بود کاباره جزیره، که شاید نزدیک به 2 هفته پیش بود که اخبار آتش گرفتن کاباره جزیره رو ما شنیدیم که اونجا به یک فضای متروکه تبدیل شده بود. حتی انقدر مسئولین فرهنگی شهر تهران شعورشون نکشیده بود که خب اون فضا که در گذشته کاباره بوده و این امکان رو داره که ازش در شرایط فعلی به یک سبک و سیاق دیگری استفاده بشه، حالا که اومدید اموال اون بنده خدا رو مصادره کردید به شکل دیگری از اون استفاده بکنید، اونجا رو متروکه رها کرده بودن و نهایتا نمیدونم چی شد که کل اون به هر حال محیط به آتش کشیده شد و تقریبا میشه گفتش که به صورت کامل ویران شد. بله، آقای کنگرانی میگه که رحیم علی خرم، حجبر یزدانی افرادی بودن که در کنار فعالیت‌های اقتصادی خودشون، خب رحیم علی خرم هم جزو پیمانکاران آسفالت بود و اصلا شغل دیگری داشت، ولی در کنار شغل به هر حال دیگرش فعالیت‌های فرهنگی هنری هم انجام میداد از قبل به قول معروف یک سری از تولیدات سینمایی یا ایجاد یک کاباره، یک کافه و دعوت از خوانندگان و هنرمندان و کاری نداریم. که البته پسر آقای رحیم علی خرم هم با دختر سرکار خانم مرضیه خواننده که بعدها به سازمان مجاهدین خلق پیوست ازدواج کردن در اون دوره. خب گفته میشه که به هر حال تعدادی از این افراد سرشناس، ثروتمند و دارای موقعیت مالی خوب وارد تولیدات سینمایی، تولیدات موسیقی و ایجاد استودیوهای تولید فیلم و موسیقی هم شده بودن که دو تا از اونها رو نام بردم، آقای خرم و همینطور آقای حجبر یزدانی بودن. و گفته میشد اتفاقا این کمپانی های شبه هنری که اینها ایجاد کرده بودند یکی دیگر از واسطه هایی بود که از طریق اون، از قبل اون، دخترانی از سرتاسر ایران شناسایی میشدند و اونها که متناسب بودند در برای حضور هنری، برای حضور در یک فیلم سینمایی انتخاب میشدند و
وارد عرصه نمایش میشد. ایشون در ادامه اشاره داره به این که در یکی از روزها که آقای کنگرانی در دوره جوانی خودش به استودیو آریانا فیلم رفته بوده، شخصا شاهد این موضوع بوده که یک فردی، یک پدر فقیری، دختر حدودا 15-16 سالش رو میاره در اون استودیو. آقای عباس شباویز به عنوان یکی از تهیه کنندگان سینمای ایران یک قراردادی رو می‌نویسه برای اینکه اون دختر خانم رو به یک ستاره تبدیل بکنه در عالم هنری ایران. در مفاد به اون قرارداد این بوده که یعنی پدر باید قبول بکنه و امضا بکنه که دخترش باکره نبوده وقتی که این قرارداد منعقد شده، و مبلغ 7000 تومان در حدود سالهای 48 یا 49 به پدر اون دختر خانم پرداخت میشه، که البته اون دختر خانم که من اسمشون رو نمیارم چون در سالهای بعد به یکی از چهره های سرشناس و یکی از هنرمندان ایران تبدیل شدن، به هر حال تونست فعالیت خودش رو آغاز بکنه، که همون دختر خانم در یک مصاحبه عنوان میکنه که آقای اصغر بیچاره زمانی که ایشون یک سکانسی رو در حمام فیلم برداری میکرده ظاهرا به صورت مخفیانه عکسهایی رو از اندام نیمه برهنه ایشون ثبت کرده بوده، که این باعث شده بود در زمان خودش این بانوی هنرمند بسیار ناراحت بشه و دیگه کاری هم نمیتونسته پیش ببره. خب البته کار به اینجا ختم نمیشه. در کنار همه این کمپانی های شبه هنری و افراد تاجر مسلکی که خدمتتون عرض کردم، دو تن که یک آقا و یک خانم بودن که اینها رسما کار واسطه‌گری برای فیلم ها رو انجام میدادن. یعنی اینا میرفتن در چه محله بدنام شهر نو، چه مناطق دیگری در سایر شهرها که درش فحشا رواج داشت، میگشتن و دختری رو مطابق میل و سلیقه اون کارگردان یا اون تهیه کننده که میخواد ازش استفاده بکنه در یکی دو سکانس از فیلمش رو پیدا میکردن، که این دو نام یکیش خانم بهرامی و یکی آقایی بود با نام مستعار حسن دکتر، که این افراد عملا میرفتن هر فردی رو با هر مشخصه‌ای که شما میخواستی اینها برات پیدا میکردن میوردن. مثلا ممکن بود یه کارگردانی بگه که من دنبال یک دختر خانم مثلا 14 ساله هستم که چهرش 20 ساله بخوره، چون قرار هستش که این مثلا در پروسه فیلم به سالهای جوانی و میانسالی هم برسه و ما باید به گونه انتخاب بکنیم که با گیریم حداقل بتونیم اون رو نزدیک بکنیم به موقعیت سنی که مد نظرمون هست. و این افراد میرفتن میگشتن و پیدا میکردن و در اصل اون هنرورزها، اون سیاهی لشگرها رو به کمپانی های فیلمسازی در خیابان ارباب جمشید میآوردن و به هر حال پول واسطه گریشون رو هم دریافت میکردن. در این میان نکته جالبی که میخوام بهتون بگم، شرکتی بود در پاریس فعالیت میکرد که شرکت صنایع گسترش سینما ایران نام داشت و با خانه فرهنگ ایران در پاریس هم ارتباط تنگاتنگی داشت. این شرکت صنایع گسترش سینما ایران به تقلید از اون سبک و استایل سینمای فرانسه به تولید آثاری میپرداخت. افراد معتبری از هنرمندان داخلی با این شرکت قرارداد میبستن و تحت میشه گفت انحصار این شرکت بعضا فعالیت میکردن. خانم گوگوش جزوه یکی از این افراد بود که با این شرکت همکاری میکرد. عنوان این در اصل کمپانی هنری فرهنگی و سینمایی فیتسی بود، که در اصل یک نام مخففی بود که معنیش میشد همین شرکت صنایع گسترش سینمایی ایران. آقای بهمن فرمان‌آرا با این شرکت قرارداد داشت، خود خانم گوگوش بود، آقای بهروز وثوقی بود، همین آقای سعید کنگرانی بود که با این شرکت قرارداد داشتن و خود ساخت فیلم در امتداد شب هم برآمده از میشه گفت محصول فکری همین شرکت و همین کمپانی بود، و البته آثار دیگری که عمدتاً سنجاق میشد به موج نو سینمای ایران در دوره خودش.
نهایتا این که به هر حال و البته یه نکته مهمتره که مدیریت این کمپانی رو هم آقای دکتر بوشهری هم یکی از همسران خانم اشرف پهلوی بر عهده داشتن. خب این اتفاق در دوران قبل از انقلاب به این صورت رخ میداد، چه در عالم هنر، چه در فضای فرهنگی و سیاسی، و حتی خب ما نامهایی مثل پری بلنده رو داشتیم که ایشون افرادی رو حتی برای برخی از شخصیت‌های دربار در دوران گذشته آماده میکرد، فراهم میکرد. آقای اسدالله علم رو داشتیم که عملا یک همچین کارکردی رو در خود دربار و برای شخص شاه داشت و در کتاب خاطراتشون هم اشاره میکنند بر این که به هر حال مواردی رو از خارج از ایران هماهنگ میکردن برای اینکه به هر حال محمد رضا شاه در زمانهای خلوتش بتونه یک آرامش این چنینی رو تجربه بکنه. و در بخشی از خاطراتشون هم آقای علم عنوان میکنن که طی صحبتی که با سرکار خانم فرح پهلوی داشتن گفته بودن که خب به هر حال ولیعهد به سنی رسیده که در آستانه بلوغ است و بد نیستش که براش یک فضایی رو فراهم بکنیم تا با دخترها رابطه بیشتری داشته باشه، که در ابتدا خانم فرح ظاهرا مقاومت میکردن ولی بعد از مدتی رضایت دادن. و در خاطرات آقای علم آمده که فکر میکنم زمانی که آقای رضا پهلوی در حدود سن 15 سالگی یا 16 سالگی بودن یک سفر دو هفته‌ای در کیش رو براشون هماهنگ میکنن و دخترانی رو ظاهرا سه دختر خانم رو از کشور لهستان اگر اشتباه نکنم به ایران میارن برای تایم خلوت ولیعهد در کیش. ولی از اینها که بگذریم میرسیم به دوران بعد از انقلاب. میدونم که خیلی ها شاید نقدشون این باشه که آقا شما چرا راجع به قبل از انقلاب میگی ولی بعد از انقلاب ها رو یه جورایی انگار در سرپوش روش میذاری و مطرح نمیکنی. چرا میخوایم حالا راجع به بعد از انقلاب هم صحبت بکنیم؟ بعد از انقلاب شکل و شمایل واسطه‌گری خب خیلی تغییر کرد، به خاطر اینکه فرهنگ مردم دستخوش اون تغییرات بنیادینی که در سال 57 رخ داد شده بود. از طرفی اماکنی که درشون فعالیت‌های جنسی به صورت سیستماتیک اتفاق می‌افتاد جمع شده بودند و از این حیث بسیاری از فواحش وارد شهر شده بودند، به خانه های عادی پناه برده بودند و بعضا شنیده می شد برخی از محله ها که تعداد بیشتری از اینها رو پذیرفته بود به محله هایی تبدیل می شدند و یک انگ و برچسبی روی اون مناطق و محله ها خورده می شد که زندگی رو برای سایر اهالی سخت‌تر می کرد. خب این گستردگی و این شیوع این اتفاق در بستر جامعه ایران بدون اینکه یک مرکز ثابت و واحدی باشه جهت اقدامات این چنینی باعث شد که به هر حال دیگه سره از ناسره قابل تشخیص نباشه. به همین دلیل بسیاری از پااندازها و افرادی که سابقا در محله شهر نو تهران و حالا محله های خاصی که در شهرستان های دیگر بنا شده بود به چنین فعالیت های واسطه گری مشغول بودن، اونها شغلشون رو عملا از دست دادن، چون دیگه اگر یک فرد واقعا میخواست یک رابطه رو برقرار کنه باید میرفت و گزینه مورد نظرش رو در خیابان و توی پارک و نمیدونم این ور اون ور پیدا میکرد. اما با گذشت زمان و شکلگیری فضای فرهنگی جدید ما شاهد بودیم که در سینمای ایران که بعد از انقلاب گفته میشد که توهی از فساد و ابتذال هست، آرام آرام افرادی دارای اسم و رسم شدن، افرادی سر برآوردن که اون افراد دختران جوان و زیبایی رو به فیلم‌ها و کارگردان‌ها و تهیه کنندگان معرفی می‌کردند و اصلا این شغل واسطه‌گری به شکل یک شغل جا افتاده در سینمای نوین ایران تبدیل شد و اسامی هم قطع به یقین همه ما شنیدیم و می‌دونیم که هستن که به هر حال این کار رو انجام میدن. دخترانی رو ممکنه توی یک پاساژ توی یک بوتیک پیدا بکنن و سر و وضعشون خوشش بیاد و طرف بیاد معرفی بکنه به یک پروژه سینمایی و از قبل اون حالا یا منفعت مادی گیرش میاد یا یک ارتباطی ممکنه شکل بگیره که حالا خیلی کاری به اون نداره.
بعد از اون دستیارای کارگردان ها، دستیارهای یک یا دستیارهای دو، یکی از مسئولیت هاشون در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی انتخاب بازیگر بود یا هماهنگ کردن بازیگر برای حضور در پروژه. در این میان بسیاری از دستیار کارگردان ها آمدن و سوء استفاده کردن از موقعیتی که براشون پیش اومده بود، یعنی یک نوع دلالی هنری رو در بستر فضای سینما و تلویزیون انجام میدادن. البته نه همه دستیارا، به هر حال واقعا بعضی از دستیاران کارگردان که به مرور زمان خودشون هم به کارگردان های بزرگی در سینمای ایران تبدیل شدن رو ما مد نظرمون نیستن. به هر حال در هر شغلی ممکنه آدم های درست و غلط، آدم های مثبت و منفی پیدا بشن. یک قشری از دستیار کارگردان ها وارد عمل شدن و عملا یک انحصاری رو ایجاد کردن برای استفاده از بازیگران مطلوب نظر خودشون. مثلا کارگردان ممکن بود بگه که برو خانم ایکس رو دعوت کن بیاد، ولی دستیار کارگردان به دلیل رفاقتش با خانم ایگرگ میگفت خانم ایکس الان سر یه پروژه دیگه است، من ایگرگ رو معرفی میکنم میارم، کارش خوبه، از اونم بهتره. این شکلی فضای خیلی از فیلم ها و سریال ها اصلا تغییر کرد. حتی میخوام بهتون بگم که کار به جایی رسید که در انتخاب بازیگرها دستیار کارگردان ها شدن نفر اول اون پروژه و همین الان همین روند ادامه داره. و من حالا دوستانی هستن که دور و نزدیک باشون در ارتباط هستم، میگن که مثلا واسه یه پروژه یا فلان سریال ما رو میخواستن دعوت کنن، عملا دستیار کارگردانه آمد و پیشنهاد خودش رو مبنی بر یک ارتباط نامتعارف مطرح کرد و بعد از اون گفت اگه قبول بکنی اسمتو میدم به عنوان بازیگر اصلی این پروژه سینمایی یا این سریال. میخوام بگم همچنان همین اتفاق داره در ایران میفته. البته در حوزه سیاسی تغییر و تحولاتی به دلیل اون بافت فرهنگی و اعتقادی وجود داره. چرا؟ مثلا شما تصور بکنید که در قشر مذهبی جامعه مبحث صیغه مطرحه و با عنوانی مثل صیغه میان و این روابط رو یک شکل شرعی بهش میبخشن و در قالب همون شرعیات وارد نوعی از رابطه میشن که در پیدا کردن اون فردی که میخواد صیغه بکنه و صیغه بشه هم یک واسطه هایی هستن که شنیدم ظاهرا سایت هایی هم داره راه اندازی میشه در این ارتباط و راه اندازی شده و داره کار هم میکنه. یعنی یه مقدار با شکل گیری و گسترش تکنولوژی های نوین ارتباطی اصلا مدل واسطه گری تغییر پیدا کرده و در قالب ثبت نام در یک سایت و معرفی در همون فضای وب و در اصل بعد از اون هم مشروعیت بخشی به یک مدل خاص از ارتباط جنسی است. خب طبیعتاً بسیاری از افرادی که جزء مسئولین کشور هم بودن از این اتفاق مسئول نموندن. همین دو سه سال قبل بود که فیلم هایی در فضای مجازی منتشر شد که مثلا فلان نماینده مجلس با یک خانومی در ارتباط هست و حتی فیلم رابطه اینها منتشر و منعکس شده بود در فضای مجازی. حالا من کاری به در اصل شرعی بودن یا غیر شرعی بودن این اتفاق ندارم، ولی همین که پرستوهایی که توسط شاید سازمانها یا نهادهای خاصی اینها وارد پروسه آشنایی با برخی از سیاست مداران میشن برای تخلیه اطلاعاتشون، برای آتو گرفتن از اونها و بعد از یه مدتی اگر شانس داشته باشن میتونن یه پولی، یک موقعیت، یک تشکیلاتی رو برای خودشون رقم بزنن و اگر نه هم ممکنه مثل خانم میترا همسر دوم آقای نجفی کشته بشن. بنابراین میخوام بگم که به شکل دیگری ما واسطه‌گری رو در دوران بعد از انقلاب هم تجربه میکنیم و مشهوده. یا همین خانم کاترین شکتوم که به ایران آمده بود و مدعی بود که با بالغ بر 100 مسئول مملکتی رابطه داشته، حالا خیلی از این رابطه ها البته محدود به رابطه های جنسی خیلی اکتیو نبوده، بلکه مثلا یک محرمیتی صادر می شده برای اینکه مثلا ایشون بتونه در محل اختصاصی اقامت فلان شخصیت حضور داشته باشه
و مثلا فرض مثال گناهی مترتب بر این حضور نباشه، از این مسائل که خودتون بهتر میدونید. خب به هر حال روابطی از این طریق هم صورت گرفت که قطع به یقین در اخبار و جراید مختلف خوندید، شنیدید و یا شاید تماشا هم کرده باشید. اما نوع دیگری از واسطه‌گری هم در دوران بعد از انقلاب رواج پیدا کرده که با عنوان واسطه‌گری برای ازدواج مورد توجه قرار میگیره. من همین امروز در فضا اینستاگرام یک دختر خانومی رو دیدم که ایشون شاید مثلا حدوداً 24-5 ساله بودن، محجبه به چادر بودن و میگفتن که من واسطه‌گری میکنم در دانشگاه شریف برای دانشجوهای دانشگاه شریف. خب من خیلی عذر میخوام، من فقط این چراغ رو روشن کنم و ادامه بحث رو ما بریم. من خیلی متعجب شدم و کنجکاو شدم که خب بقیه ماجرا رو هم برم گوش کنم ببینم که ایشون چی گفته، اگر بتونم بخشایی از صحبت این خانم رو در همین برنامه براتون بارگذاری میکنم. آره، این دختر خانم که ظاهرا خودشون هنوز مجرد هستن و ازدواج نکردن، گفتن که آره من مثلا در محیط دانشگاه ما اومدیم یک ستادی رو ایجاد کردیم، مثلا دانشجو میاد میگه که آقا من یک خانومی رو با این مشخصات فیزیکی، با این رنگ پوست، با این قد و بالا یا تحصیلات احیانا میپسندم یا میخوام یه همچین کیسی رو برای من پیدا بکنی. این خانومم میره میچرخه ببینه که چنین کیسی هست، با این مشخصات میتونه کسی رو معرفی بکنه یا نه، و یک پیوندی رو اینجا به نوعی جوش میده و اصلا نام خودشون رو هم اینها واسطه‌گر گذاشتن، واسطه‌گر ازدواج یا چیزی شبیه به این. البته این خانم در گفته هاش چندین تناقض‌گویی رو داره. یک جا میگه که به هر حال مشکلات زیادی در کنار فعالیت ما وجود داره، مثلا یک آقای اومده و من دختر خانومی رو بهش معرفی کردم، بعدن این آقا متوجه شده که اون خانم مثلا دوچار دیابت یا هپاتیت هست و یا یه مشکل جسمی خیلی حاد داره و آمده به من توپیده که این چه مثلا گزینه‌ای بوده، چه کیسی بوده که به من معرفی کردی. یا حتی مادر اون آقا اومده شکایت کرده که خب خانم اگه بچه من مریض میشد به واسطه رابطه با این خانم چه بلایی سرش میومد و اون موقع ما شما رو مسئول میدونستیم. ولی در کنار این وقتی که ازش پرسیده میشه که خب شما مشکلاتی دارین و چالش هایی باش مواجه هستین در امر واسطه گری، میگه نه اتفاقا ما کار خودمون رو داریم درست انجام میدیم و به نوعی خوشحال و راضی هستیم از اینکه این اتفاق داره رخ میده. عرض بنده این هستش که با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، با توجه به آرام آرام پیر شدن جامعه ایران و بحث کاهش جمعیتی که ما در سالهای آینده به شکل خیلی جدیتری باهاش مواجه خواهیم شد، امروز واسطه‌گری به یک شکل و شمایل دیگری ظهور و بروز پیدا کرده در بستر جامعه که سعی هم میشه یک وجهه بسیار مثبتی بهش ببخشن. دوستان و عزیزان روانشناس قطع به یقین میدونن که این مدل از واسطه‌گری ها نمیتونه واسطه‌گری خیلی درستی باشه. همین خانم میگه که در 90% الی 95% مواردی که ما دو کیس رو به هم معرفی کردیم، یا به سبب ظاهر یا به سبب رنگ پوست یا به سبب قد و بالا، دو طرف ممکنه به دل همدیگه ننشسته باشن و خب از این بابت هم مسائلی وجود داره. و مثلا میگفت یه آقای اومده بود گفته بود من یه خانومی میخوام که قد ایشون 1.63 متر باشه، یعنی نه مثلا 1.64 نه 1.62. میگفت من یه دختر خانومی رو به ایشون معرفی کردم که ایشون 1.62 متر قد داشتن. این آقا کنتاک کردن که آقا مگه من خانم، مگه من به شما نگفتم یه خانومی با قد 1.63 متر معرفی کنید؟ ایشون 1 سانت کم دارن از اون چیزی که مد نظر من بوده. یعنی با یک پدیده‌های نوظهوری در فضای اجتماعی ایران ما مواجه شدیم که به اعتقاد من این برآمده از نوعی عقب افتادگی فرهنگی است. در شرایطی که در فضایی که دیگه امروزه وسایل ارتباط جمعی نوع تعاملات تغییر پیدا کرده، دختران و پسران خیلی راحت میتونن در بستر اجتماع با هم آشنا بشن، با هم دیدار داشته باشن، با هم گفتگو بکنن و
همدیگر رو بهتر و بیشتر بشناسن، دیگه این قبیل اتفاقات اتفاقات مطلوبی نیست. متاسفانه یک اتفاق دیگری که میفته این هستش که مدلی از همون اشاعه فحشا که در دوران قبل از انقلاب بود داره امروزه با یک روکشی در اصل با یک جلدی از اسلام و مذهب آمیخته میشه و باز هم پیاده میشه. من شنیدم مراکزی است که یک مثلا روحانی میاد صیغه میخونه و یه مبلغی رو هم دریافت میکنه به واسطه مثلا قرائت صیغه محرمیت. و بدتر از اون باز شنیدم صیغه های مطرح شده، مثلا صیغه 2 ساعته، صیغه 5 ساعته، که اینها اصلا واقعا هیچ پایگاه و جایگاه فقهی و شرعی نداره. یعنی حداقل منی که حقوق خوندم و تا اندازه به اصول فقه آشنا هستم، شرح لمعه رو خوندم و و و، من یه همچین چیزی رو در فقه امامیه ندیدم واقعا. یعنی درسته که بحث صیغه ممکنه مشروع قلمداد بشه در فقه امامیه و البته در برخی از فقه های مرتبط با اهل سنت این اتفاق هم نیست، ولی مشروعیت صیغه به معنی این نیستش که هر فردی به هر شکلی میتونه فرد دیگری رو صیغه بکنه. یک الزاماتی داره، یک قواعدی داره. حالا من کاری اصلا به درستی و غلطی بحث صیغه ندارم، ولی حتی به لحاظ فقهی اگر بخوایم بررسیش بکنیم، این قبیل اتفاقاتی که داره در جامعه ایران میفته که مثلا یه فردی بشینه یک صیغه 2 ساعته برای 2 نفر بخونه و بعد دوباره 6 ساعت بعد برای همون خانوم با یکی دیگه صیغه محرمیت بخونه، اینها اصلا معنی و مفهومی نداره، چون بعد از پایان هر صیغه اون خانم باید عده نگه داره، عده طلاق نگه داره و اصلا ماجراهای عجیب و غریب خودشو داره. من واقعا وقتی میبینم داره یک همچین مسائلی در ایران امروز رخ میده خندم میگیره واقعا که ما داریم کجا زندگی میکنیم و با چه ذهنیتی از حتی مبانی دینی داریم ما زندگی میکنیم. خیلی دلم میخواستش که راجع به این موضوع که شاید برای خیلی جذابیت هم داشته باشه صحبت بکنم و یک مقایسه بین آنچه که در گذشته رخ میداد و امروز داشته باشم. جالب بود در یکی از مقالات میخوندم مدت قبل که به هر حال بعد از اینکه محله شهر نو رو تخریب کردن، چون میدونید که حتی بعد از پیروزی انقلاب بسیاری از فاحشه ها در منطقه و محله شهر نو داشتن فعالیت خودشون رو ادامه میدادن و خدمات رسانی هم میکردن. یعنی این گونه نبود. درسته که در 19 بهمن اگر اشتباه نکنم بخش هایی از شهر نو رو با آتش کشیدن و متاسفانه در یک اقدام غیر انسانی و غیر اخلاقی تعدادی از روسپی ها زنده زنده سوختن در اون فضا، ولی بعد از پیروزی انقلاب به واسطه نگاهی که آیت الله طالاقانی داشت تا یک مدتی شهر نو و فعالیتش ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان سال 58، یعنی ماه رمضانی که فکر میکنم در تابستان هم برگزار میشد. اونجا گفتن که به طور موقت یک ماه درب این محله بسته میشه و اجازه فعالیت داده نمیشه، که عملا دیگه بعد از ماه رمضان فعالیت شهر نو به پایان خودش رسید. بسیاری از روسپی ها به خانه ثابت پاسال در جردن منتقل شدن که هدایت و مدیریت اونها را آقای هادی قفاری بر عهده داشت. بسیاریشون به مشاغلی هم دست پیدا کردن، حالا به نوعی توبه کردن، نمیدونم آب توبه رو سر خودشون ریختن و از این حرفا، کاری نداریم. و بعد از اون من مقاله‌ای که داشتم میخوندم عنوانش این بود که شهر نوی که پارک شد و پارک هایی که شهر نو شدن، چون منطقه شهر نو رو بعد از اینکه تخریب کردن و یک چند سالی از تخریبش گذشت اونجا رو به یک مکان به اصطلاح فرهنگی، به یک فرهنگسرا و به یک پارک نسبتا بزرگی اونجا رو تبدیل کردن که با عنوان بوستان رازی امروز ازش یاد میشه. و این در حالی بود که بسیاری از افرادی که به هر حال مبتلای چنین
بیماری یا چنین مشکلی بودن که بخشش میتونست مشکل حاصل از مشکل اقتصادی باشه، بخشش میتونست حاصل از مشکلات اخلاقی باشه و شرایطی از این دست، اینها در فضای شهر و در محیط‌های مختلف پخش شدن و عملا دیگه قابل شناسایی به شکل واضحی نبودن و نیستن و به همین دلیل هستش که این مقاله به صورت انتقادی اعتراض خودش رو به سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با بحث روسبیگری در ایران مطرح می‌کنه و بهش هم می‌پردازه. نهایتاً این که من این برنامه رو تولید کردم، میدونم شاید امروز یا امشب همه دوست داشتن که یک برنامه یلدایی از کانال من منتشر بشه، ولی من احساس میکنم واقعاً به احترام عزیزانی که نه توان اقتصادی برگزاری یلدا رو دارن و نه به خاطر به هر حال بخشی از مشکلاتی که اخیراً رخ داده، حالات آلام روحی که برشون وارد شده، شاید به اون صورت جشنی نداشته باشن، سعی کردم فقط یک برنامه رو تولید بکنم که تا اندازه برای برخی شاید جذاب باشه و جالب باشه دونستنش، ضمن این که برای همه عزیزان آرزوی بهترین ها رو دارم، امیدوارم که به بهترین خواسته های زندگیتون برسین. یه نکته رو هم اشاره بکنم، عزیزانی که تمایل دارن از برنامه های من حمایت بکنن، به ویژه عزیزانی که در خارج از ایران زندگی میکنن، میتونن از طریق سوپر تانکس در پایین در ذیل برنامه های من در بخش کامنت ها از طریق سوپر تانکس برحال دونیت های خودشون، کمک های خودشون رو داشته باشن. عزیزانی که داخل ایران هستن این امکان و قابلیت براشون فعال نیست، ولی عزیزان خارج نشین این امکان رو دارن که در صورت تمایلشون از برنامه های من به این صورت حمایت بکنن. ضمن این که باید تشکر بکنم از همه حمایت های مالی که در طی برنامه های اخیرم به واسطه دوستان و عزیزانم، مخاطبین بزرگوار و دوست داشتنیم نسبت به کانالم صورت گرفته. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، خدا نگهدارتون تا برنامه دیگه.